بچه‌ی من نیاز به خواهر و برادر داره. من شرایطشو دارم، میتونم بیشتر از یه فرزند به دنیا بیارم. ولی ربطی نداره اینکه آدم مثلا به دنیا نیاره بچه، نسل کشیه. یعنی الان من مثلا از سن 16 سالگی دارم نسل کشی میکنم. سلام زیاد خدمت یکا یک شما دلنگیزان، چطورین؟ لطفاً لطفاً مثل چانی اجازه بدین بهتون بگه حسابی خوش اومدین به یه ویدیوی روزانه دیگه. داخل این ویدیو میخواییم بریم یه مصاحبه ببینیم راجع به این که اگر قانون این تصویب بشه خانواده‌های ایرانی حق ندارن بیشتر از یه دونه بچه داشته باشن، نظر مردم راجع به این اتفاق چیه؟ اگر این تصویب بشه نظر مردم راجع به این اتفاق چیه؟ و حالا مردم جوابای باحالی میدن. فکر می‌کنم 2-3 دقیقه باشه در واقع محتوای این مصاحبه، پس از دستش ندیم. همونطوری که میدونید سالها قبل، فکر می‌کنم الان این قانون توی چین برداشته شده باشه، ولی چند سال پیش این قانون تصویب شده بود داخل چین که حق ندارن، اینقدر که جمعیت داشت زیاد میشد. هیچ وقت تو ایران این قانون تصویب نخواهد شد قطعاً، ولی خب اون اینقدر داشت چین جمعیت زیاد میشد که این قانون تصویب شد. حالا اینا هم اومدن از اون قانون یه همچین ایده ای رو گرفتن و یه همچین مصاحبه ای رو درست کردن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو باید بهتون بگم که میتونید سرعت پخش ویدیو رو از داخل تنظیمات روی 1.5 بذارین تا ویدیو با سرعت بیشتری پخش بشه، کمتر خسته بشین و وقت با ارزشتون بیشتر حفظ بشه. اوکی بریم سراغش. ظالم دیکتاتور آمردیه سرکوبگر. یه قانونی اومده با توجه به اینکه زوجهای ایرانی توانایی تربیت بیشتر از یک بچه رو ندارن، اگر این کارو بکنن یعنی صاحب بیشتر از یک بچه بشن، مجازات در انتظارشون. تا چند ثانیه دیگه یه پیمنگ برات میاد، بلند بخونش. شهروند محترم، با توجه به ابلاغ قانون تربیتی فرزندان، شما بیش از یک بار مجاز به فرزند آوری نیستید. خواهشمند است با رعایت این قانون ما را همراهی کنید. آره نظرت راجع به این قانون بگو. اول اینکه خب هیچ وقت این قانون قرار نیست تصویب بشه. خوبه برای چه افرادی؟ برای کسایی که علاقه به بچه دارن ولی توانایی تربیت بچه رو ندارن. برای کسای خوبه که بچه رو فقط به دنیا میارن و دیگه اصلا هیچ اهمیتی بهش نمیدن، هیچ حمایتی نمی کنن. برای اون افراد این قانون خیلی خوبه. حالا بریم نظر مردم رو هم ببینیم. خیلی بی خود. به شماش مربوط نیستش که من چی کار میکنم. اساسی بچه پایه‌ای. این دیگه خیلی دیگه نامردیه. همچی قانونی رو تصویب کردن. بی جای دیگه. قانونتون اصلا به درد نمیخوره. من قبول ندارم. نمیدونم چطور میشه مؤدبانه بیانش کرد. یه جور نسل‌کشی داره میکنه. ظلمه. ما انسانیم. نمیتونم این قانون رو بپذیرم. من قانون قبول ندارم. ولی من حاضرم اون مجازات رو بپذیرم. بی خیال خدایی تو حاضری عواقبش رو بپذیری؟ ببینید خیلی اوقات آخه یعنی چی مثلا برگردن بگن عواقبش اینه که 70 میلیون جریمه؟ مثلا 70 میلیون رو میدن واقعا برای یه بچه؟ حالا من که باشم نمیدم، یعنی 70 میلیون بدنم میگم نه، نمیدونم واقعا. ولی این که میگه من حاضرم اون مجازات رو بپذیرم یعنی هر بهایی داشته باشه شما بهاش رو میدی؟ نمیدونم، یعنی 70 میلیون رو برای بچه دوم حاضرین این کار رو انجام. بچه شما بهم بگین اگر این قانون داره. واقعا خوبه، سوال جالبیه. اگر شما مثلا بهتون بگن 70 میلیون باید جریمه بشین تا حالا بچه دوم رو بخواییم بیارین، شما حاضرین برای بچه دوم 70 میلیون هزینه کنید؟ و فکر میکنم کسایی که هزینه کنن اون 70 میلیون رو خیلی 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 بیشتر بها بدن به بچه، یعنی اصلا عجیب غریب میکنن دوست داشته باشن اون بچه رو، چون براش حسابی هزینه کردن. میدونید خیلی جالب بود اگر واقعا یه همچین کاری رو میکنه، عجیب بود برای من. بچه تو کامنت ها برام بنویسین. بریم بقیهش. به نظرم خیلی بی خوده کار، چون بچه من نیاز به خواهر و برادر داره. نسل جوون رو میخوان کم کنن دیگه. خدا اختیار رو از ما نگرفته، بنده خدا کیه که بخواد اختیار از ما بگیره؟ بده واسه آینده هر کشوری بده. من معذرت میخوام، خیلی از بچه‌ها نفهمیدن، یعنی متوجه نشدن. حس می‌کنم کسایی که دارن مصاحبه داره ازشون مصاحبه میشه متوجه این داستان نشدن. مثل این آقا پسری که الان داشت صحبت می‌کرد معاش بسته بود، یا این خانم
ببینید بحث این نیستش که اجازهش از شما گرفته شده، بحث اینه که الان کشور به یه موقعیتی رسیده که توانایی حفاظت از بچه دوم رو نداره واسه هر خانواده، اصلا نمیتونه تحصیلش رو فراهم کنه، مثلا چه هم نمیتونه شغلش رو فراهم بکنه. منظور از این سوال اینه، وگرنه نیت کشوری نیستش که جوونا رو کم بکنه، یعنی جوون به اندازه کافی داره دیگه، ظرفیت نداره. فکر می‌کنم متوجه نشدن بعضیا. اوکی حالا بریم بقیه اش. همچین چیزی قابل قبول نیست. چرا باید نسل آینده رو جلوشو بگیرن؟ متوجه این موضوع نمیشم. خب این قانون رو به شخص من رد میکنم. چی دیگه، خانواده چیزیه که فکر کنم حق مسلم هر کسیه. من شرایطشو دارم، میتونم بیشتر از یه فرزند به دنیا بیارم. دوست دارم 3 تا 5 فرزند داشته باشم. 5 تا بچه. چی 5 تا بچه؟ 5 تا 5 تا میدونی چند تاست؟ 5 تا میدونی چند تاست؟ بلدی بشموری؟ 5 تا بچه می چقدر زر میزنه؟ می چقدر پیپی میکنه؟ می چقدر شیر میخوره؟ میدونی چقدر ار میزنه؟ 3 تا فرزند دلم میخواد یه دونه فرزند قانه نیستم. تو فرهنگ ایران منظورمه ها، 5 تا بچه‌ای که اینجا بزرگ بشن. من اعتراضمو میگم. کسانی که این قانون رو وضع میکنن، بیبش میکنن و بهش رأی میدن. مرتکب یه جور نفس‌کشی و خیانت میشن. صحت بچه‌هایی که قرار این سرزمین رو سر پا و زنده نگه دارن. ولی خدای قشنگ گفت آخرش. این قانون جدی بود، خودمان برای خودمان چنین قانونی وضع نکنیم، خودمان را نسل کشی نکنیم. بچه ها نسل کشی که نمیشه بهش گفت، چرا ربطی به نسل کشی داره؟ من چه میدونم، آره مثلا طرف 8 ماهش باشه، 7 ماهش باشه، 4 ماهش باشه، سقدش کنن اون شاید یه جورایی نسل کشی بشه، ولی ربطی نداره. اینکه آدم مثلا به دنیا نیاره بچه نسل کشیه؟ یعنی الان من مثلا از سن 16 سالگی دارم نسل کشی میکنم، توی که داری ویدیو رو نگاه میکنی، یعنی چندین ساله که داری نسل کشی میکنی؟ عجیبه واقعا. یه چیز دیگه هم راجع به این سری از مصاحبه ها بگم، با منظور درست میشن این مصاحبه ها، چون تو سایت های نماوا و سایت های ایرانی پخش میشن و شاید حتی میلیونی بازدید بگیرن، برای این درست میشن این سری مصاحبه ها که یه پیامی داشته باشن. الان مثلا این مصاحبه پیامش این بودش که بچه هایی بیشتر از 3 تا بیارین، 3 تا 5 تا بچه بیارین، چون واقعا هم کشور نیاز داره دیگه به نسل جوان، واقعا نیاز داره. ولی خب دمشون حسابی گرم، یکی از خفن ترین مصاحبه ها رو درست میکنه، گفت پلاس اگه اشتباه نکنم، حسابی گنگشون پره، دستشون درد نکنه که به ما اجازه دادن در واقع ریاکت کنیم به این مصاحبه. اینکه شما نظرتون رو بهم بگین، 5 تا بچه خیلی نیست ناموسن؟ یعنی تو کارت با این تموم بشه اون یکی شروع میکنه ار زدن، اونو ساکت میکنی اون پیپی کرده، اونو میری بی خیالش میشی، یعنی پیپیشو جمع میکنی ماس مالی میکنی، اون داره با چاقو پنجمیو میزنه. خیلی اوضاع خرابه، یعنی 5 تا واقعا خیلی زیاده. ببینید دو قلو با حاله ها، ولی به نظر خودم همون یه دونه بچه خیلی خوبه، اگر آدم قدرتش رو داشته باشه خیلی اوضاعش فرق میکنه. خیلی برافی کردم، مرسی که تا آخر ویدیو دیدین. بچه ها لطفاً 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 لایک هایتون نره، و اینکه تا آخر ویدیو وقتی نگاه میکنید به هم بزرگترین لطف رو میکنید. ممنونم واقعا، امیدوارم توی ویدیوهای فردا شبم ببینمت، نسختم بد. خیلی مخلصم، خیلی شاکرم، و اینکه درود بر شما. دب دیب دیب 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 دب 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 دیب د